خب خانم شک نکنه، نامزد داره، نامزدش هم خود شماه. ببخشید نامزد شمایی؟ بله نامزدش فریبا خانم، اصلا هیچ کس دیگر هم نیستش. به شما کس دیگه ای رو گفته؟ عجام هفت خطی هستی کریم، خیلی قلتاقی. ببین اصلا به من ربطی نداره ها، ولی راستیتش من طرفو میشناسم. نامزدشو؟ آره همسایه‌مونه، اسمش هم لاله است. بعدم خانم محترم اصلا به من چه ربطی داره که این حرف رو بزنم؟ اصلا مگه من فضولم؟ من نباید اصلا اینا رو به شما بگم. بعدم اصلا من چی کارم؟ امروز فردام عروسیشونو با خانم جان به حرفای گوش نکنه، داره چرت و پرت میگه، دروغ میگه. چرت و پرت جد آبادت میگه، فهمیدی؟ آی کیو خانم جان حالتان بده، میخوام براتون آبغم بیارم. خب اینم سوال کردن داره، آی کیو برو ورده بیار دیگه. خدا مدونم خدا این کریم، من نمیدونم این آدما رو چجوری جمع کرده داره خودش. شما میدونید این آقا رحیم الان کجاست؟ البته اگه منظورتون کریم ماست، آره میدونم کجاست، خونه است، البته خونه ی تهرونش. میشه منو ببرید پیش آقا رحیم؟ عجب گیری افتادی ما. من این حقو دارم، خواهش میکنم. پاشو لاله جون، پاشو بریم، خودت هم قضیت نکن، پاشو. از شما درد نکنم، قربونت برم، خیلی محبت کردم، زنده باشی. از شما درد نکنم، قربونت برم، زنده باشی. محبت کردم، از شما درد نکنم، خیلی محبت کردم، خدا هم خودت میبیم، خیلی محبت کردم، خدا رحمت کشم. خیلی دیگه، حک فرقام، خیلی انسان زحمت کشی بود و خدا رحمتش. بازم این شمایی که باید معجزه خانم لاله باشی. موسیو جانم یه لحظه تشریف میاری؟ موسیو جان من نمیخوام کریمو تنها بگذارم، زحمت رسوندن خانوما با شما. باشه باشه من اونو انجام میدم، شما خیالت راحت باشه. شما درد نکنه. تو یه ساعتی میشه که منتظرته. من که گفتم باش تماس میگیرم. آخه وقتی شنید چی تو خیالته بعد جوری قاط زد، گفت حتما باید ببیندت. اونجاست.
چطوری آقا رحیم؟ چرا پکری؟ اولش فکر کردم میام تو این بازی تا تو رو به یه قاتل ناجور برسونم. البته کنجکاوی زندگی کریمم بی تاثیر نبود، اما حالا یه سری آدم دور برم میبینم که همشون حق دارن طلبکار کریم باشن. نمیخوام بگم حالا که کریمم بدهیاش گردن منه، نه، اما در یه مورد فشار این بدهی داره تا مغز استخونمو میسوزونه. میفهمم آقا رحیم، به خداوندی خدا میفهمم، اما نمیشه ریسک کرد. من همین الان که جلو تو وایسادم هیچ سرنخی از این قاتل بی پدر ندارم. تنها امیدم اینه که با تو تماس بگیره. میخوام همه چی رو به لاله بگم. خدا همه چی خراب میشه آقا رحیم. پدرک با این دیوونگیه. تو مثل اینکه فراموش کردی من کیم. قرارمو این نبود که بیام و آب شدن وجود یه عاشق دلسوخته رو ببینم. من نمیتونم. پرتو، لاله داره از بی‌توجهی من میسوزه. همه همسایه اون خونه نگرانشن، از من توقع دارم. آرهیم یه نگاه به قیافه زاریم دختر بنداز، الان وقت گفتن این حرفا نیست. همین مصیبت والله بسشه. تو جای من نیستی پرتو. با این حالی که داره گفتن حقیقت براش سخته، خیلی سخته، ولی به خدا قسم نگفتنش سخت داره. رحیم اگه همه چی خراب شد چی؟ نمیتونم پرتو، نمیتونم ببینم روحی یه آدم داره جلوی چشم نابود میشه. نمیتونم، متاسفم، نمیتونم. برنده؟ همینجا بهش میگی؟ نه، ولی تو خونه بهش میگم. دلم خیلی به حال لاله میسوزه. فقط یک لحظه هستش که تو تمام زندگیم سختی و تلخیش با این لحظه برابری میکنه. اونم لحظه بود که تناب دار به گردنم بود. ولی تناب دارت پاره شد، اگه نه؟ خیلی خواه، تو برو. مطمئنی که نمیخوای من؟ آره، اینطوری بهتره. برو، دست در نمیشه. Thank you.
سیاد از مرگونم آخر شما باشه خدا من با تو شما نمیام سلام علیکم آکریم سلام علیکم دست یاد عرض میکنم قربون تو برم خیلی لطف داری لاله راستش میخواستم یه مسئله مهمی رو بهت بگم شاید شنیدنش برای تو سخت باشه ولی حقیقتش گفتنش برای من سخت داره یه دقیقه وایسی چی شده؟ برگردی بریم دیگه بابا برگردیم دیگه برگردی خانم کتو ما چه دیدو؟ به خداوندی خدا خدا آقا رحیم بود چی میگه حبیب رحیم کیه؟ کریم جو این درست نمیگه اشتباه کردی بابا اینجا رو دیگه ما خودم دیدم نمیزنم برید کنار نمیزنم آخه درسته چون شما زایه بشه بالاخره رفیقمه هر چی باشه رفیقمه کری بذار برم میخوام باهاش حرف بزنم باشه حرف بزنی ولی درست نیست چه مصیبتی بود دامن ما رو گرفت آخرش که چی باید بگی چرا این بلاها رو سر ما در آورده باشه بابا من نوکرتونم هر چی بالاخره یه جوابی واسه کارش داره این نارفیقیه خب بذار برم یه دقیقه بیا اینجا خانم چیکار میکنی بذار برم دیگه بیا اینجا من از شما خواهش میکنم تو رو خدا بذارید اولش من برم پیشش بعد شما رو ببینه بهتره آخه نمیدونید درست نیست جور شما سکه یه پول باشه من اون پیره هم هیچ کسی نداریم به خدا این نارفیقیه راجبش به من شما اعتماد کنید ما کسر خواهی سردن نمیم فقط ببین یه دقیقه من فرصت بدید یه دقیقه خواهش میکنم یه دقیقه من فرصت بدید چی میخوای بگی کریم؟ والا گفتنش راحت نیست داری منو میترسونی نه ببین لاله یه شب یه آدم ناغافل میفته وسط یه معرکه اون وقت میشه سرنخ یه پرونده جنایی از بعد حادثه یه اتفاقی براش میفته که نمیتونه به پلیس خبر بده گرفتی چی گفتم؟ یعنی چی؟ فریبا خانم نراحت نباش خدا بزرگ است انشالله که طوری نشده است حتما اشتباهی صورت گرفتم من برم ببینم چه شده است بینم بابا تو پلیس برای اینکه به قاتل پرونده برسه بعد جوری به این آدم احتیاج پیدا میکنه خب برای اینکه تنها سرنخش بوده دیگه وقت مجبور میشه که یه فیلمی بازی بکنه مجبور میشه یه آدمی رو که خیلی شبیه به اون آدم قبلیه بوده اونو وارد پرونده بکنه تا قاتل بیاد سراغش خب که بعد پلیس بتونه دستگیرش بکنه چی داری میگی کریم؟ این حرفا یعنی چی؟ ببین لاله، اون آدم منم تو کدوم آدمی؟ همون دیگه بحبه، سلام علیکم بحبه، میبینم که جفتتون تیپ مشکی زدید آقار بخیر، آقایون، خانوما چی میخواستی بگی کریم؟ ای بابا، حالا بدن بهت میگم ببینم شما چتون شده تحویل نمیگیرید مرو مگه کنی کشتیاتون غرق شده اینو برج زهرمار دوتتون بیا اینجا ببینم اصلا معلوم هست حالا کجا بودی آخه تو چی شده بابا؟ باباش فوت کرد جونه کریم شوخی نکن اصلا تو نمیره طولب میشه و اینش حوصله اینجور شوخی ها رو نهارم شوخیه چی؟ بابا اکبر آقا فوت کرد اکبر همین اکبر سیبیل خودمون آره اکبر آقا فوت شد خدا بیامرزت
حالا لاله بدبخت. لاله خانم، میگم تسلیت عرض میکنیم، خدا بیامرزتش. چی بگم؟ ایشالا که آخر قامتون باشه. من این اکبر کردن همه ما حق داشت. آخه چرا؟ چرا؟ من معذرت میخوام از اینکه نبودم. سلام آقا جان. آقا جان خودتونی؟ آقا جان شمایی؟ چرا این شکلی شدین آقا جان؟ آقا رسرسی خودتونه؟ من نمیشناسن آقا. منم حبیب. آقا جان تو دیگه کی هستی؟ آقا جان دلمون برای تنگ شده بود. آقا جان چی داره میگی تو؟ آقا جان، آقا جان چرا اینجوری؟ خیلی خوب، بیا اینجا بیا. کجا؟ بعدم بهت بگم. آقا جان خانم کیه؟ بیا تو کارت دارم. شما برید کنار آقا غلام. کجا میخوای بری؟ برید کنار. بابا یه دقیقه من فرصت میخوام. میخوای چیکار کنی؟ میخوای دعوا مرافعه رو بنزی؟ برید کنار آقا غلام، لطفا برید کنار. ببین فریم خانم، من مخلص شما هستم. شما اول باید با کریم صحبت کنی، ببینید چه جوابی داره بهت. بده من و شما چه میدونیم قصدش از این فیلم بازی کردن و چی ها؟ ببینین اون قصدش هر چی هم که باشه این کارشو توجیه نمیکنه. پس برید کنار. من یه سوال از شما دارم. شما چند ساله این کریم ما رو میشناسی ها؟ 5 ساله. متوجه این آقا؟ 5 ساله. شما 5 ساله اینو میشناسی و این بی معرفت به من نگفته چی؟ چی شده غلام؟ هیچی. شما بفرمایید خونه میام خدمتتون. شما بفرمایید خال ببین. میام خدمتتون. شما بفرمایید خال ببین. فریبا خانم من ازت خواهش میکنم، من کارا رو درست میکنم دیگه. شما کاری نداره. شما بفرمایید. لاله شمایی؟ بله. فریبا خانم اجازه بدید من همه این کارا رو درست میکنم. نامزد آقا کریم؟ بله. سرکار کی باشه؟ خدا. من فریبا. و باش. نامزد آقا رحیم. رحیم؟ رحیم کی؟ همون کریم شما. کریم شما رحیم منه و من نامزدشم. این حرفا یعنی چی؟ این چی میگه غلام؟ منظورت چه خانوم؟ چی جوک میگی؟ ببین خانوم، این آقایی که برای شما کریم سرپولکیه برای من رحیم سرپولکیه و نامزدم. شاهدمم یه محله آدم از مسجد و پیش نمازش و تمام نمازخوناش حاضرن شهادت بدن که رحیم از من خواستگاری کرد. میدونم بابا تو هم کاش اقلن راستشو به ما میگفتین آقا جان. نشد دیگه، پلیس خواسته بود چیزی نگم. اما الان که خیلی خرابکاری شده. خیلی نه، میخواستم غلام نفهمه که خب اونم نفهم. غلام؟ اما آقا جان، غلام خودش ما را آورد تهران. غلام؟ بله آقا، یک عکس شما رو گرفته بود، بین مردم را افتاده بود تا رسید خونه شما. من گردن شکستم که از حرفاش سر در نیاوردم. گفتم خودم بیام تهران، اما از اقبال بدم هممان آمده. همه تو؟
یعنی چی؟ یعنی من با فریبا خانه. فریبا. حالا آقا فریبا خانه؟ الان کجاست؟ آقا جان این نقشه غلام بود که من اول بیام جلو آشنایی بدم. فریبا خانم پس دیوار وایساده بود. البته شما رو با اون خانم دید، حالش خیلی بد شد. گفتم الان کجاست؟ آقا جان نمیدونم، یا افتاده دنبال ما آمده یا هنوز پس دیوار همونجا وایساده. از تو بعید بود حبیبی، از تو بعید بود. کریم تو یهو کجا غیبت زد؟ خب من منو لاله من سلام خانم. سلام، افغانیه کیه؟ ما حبیبه. حبیبه تو یه چیزی میخواستی به من؟ من الان برمیگردم بهت میگم. کجا؟ بهت میگم. خداحافظ خانم. از کجاست؟ آقا جان همینجا با ایستاده پس دیوار. مطبخ شده همینجا بود که آقا جان. یا گردنم بشکن آقا جان، بچگی کردم. شما الان به ما بگو چه خاکی به سرم کنم. لا اله الا الله. حبیب جان جلدی برگرد تا فریبا چیزی به کسی نگفته و اوضاع خرابتر نشده. یه مختصری براش توضیح بده، بهش بگو من خودم باهاش تماس میگیرم. خب بهش بگو منتظر تماس من باش. خیلی خوب دیگه، به امون خدا. برو من سوار ماشین شو. قضیه چیه کریم؟ چی شده؟ یه دختری رو دیدم. اسمش فریبا بود. یه چیزایی میگفت. مگه تو باهاش حرف زدی؟ آره. خب چی بهش گفتی؟ اون از تو میگفت، از یه اسم دیگه، رحیم سرپولکی. میگفت رفتی خواستگاریش. چه خبر شده کریم؟ چی شده؟
میخواستم بهت بگم، میخواستم همه چی رو بهت بگم. لاله، تو واقعا دختر خوبی هستی، حق داری خوشبخت باشی، حق داری توقع بهترین زندگی رو داشته باشی، حق داری بهترین عشق رو داشته باشی. تو منجلا بودن ولی پاک و سالم موندن ویژگی یه وجود پاک و صادق. سختی کشیدی، بدبختی کشیدی، ولی شک ندارم که با یه عشق باشکوه میتونی تا اوج بری. شرمندم لاله، تو برای گفتن حرفات دلتو گرفتی کف دست، تو واقعا دختر خوبی هستی کریم سرپولک، کریم سرپولک. خوشا به سعادت کریم، خوشا به سعادت کریم. اگه کریم زنده بود با عشق تو هیچی کم نداشت. کریم، من رحیمم، رحیم سرپولک، برادر دوقلوی کریم.